اصلا خوندنم نه کامبیز جان، به من اجازه بدن که دادن مولا که بدونم، به من اجازه بدن من برم تو مملکتم یه کار دیگه بکنم. بابا خوانندگی نخواستی؟ بله که میرم، آرزو ایرانو ببینم. اقدام کردی هیچ وقت مثلا بیا ویزا بگیری بری؟ اقدام نه ولی همه چی دارم. بله اقدام برای پاسپورت ایرانی دارم، تمام چیز ازدواج بود به هم دادم، همه کارامو کردم، ولی خب من باید دارم کار کنم. من از اون خواننده‌ای نبودم که پول جمع کرده باشم. الان من هنوز توی تنها زندگی میکنم، خونه ندارم خودم، ناراحتم نیستم. سلام عرض میکنم به همراهان خوب کانال مستر ریپورتر. وقتتون بخیر. من میسیز ریپورتر هستم و خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتونم. پیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه با لایک و کامنتاتون ما را حمایت میکنید. در این برنامه به درخواست شهرام شب‌پره برای بازگشت به ایران و پادرمیانی بهرنگ علوی برای بهروز وثوقی اشاره میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. معتمدی با انتشار ویدئویی از شهرام شب‌پره از درخواست این خواننده لس‌آنجلسی برای بازگشت به ایران خبر داده. این اتفاق در حالیه که سالهاست بحث بازگشت هنرمندان پیش از انقلاب به کشور مطرح شده، اما تنها تعداد معدودی از اونها تونستن به ایران برگردن. اکنون پس از صحبت‌های سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب در اولین نشست رسانه‌ای خودش مبنی بر اینکه شرایط بازگشت ایرانیان ساکن که خارج از کشور باید تسهیل بشه، بحث بازگشت هنرمندان باید دیگه داغ شده. شهرام شب‌پره یکی از خوانندگان مشهور پیش از انقلابه که همواره در سال‌های اخیر از تمایل خودش به بازگشت به ایران صحبت کرده. و محمد معتمدی با انتشار ویدئویی از او خواستار فراهم شدن شرایط بازگشت این خواننده به ایران شده. معتمدی در بخش شرح این ویدیو از عبارت به امید اقدام لازم اکتفا کرده. ویدئویی که در اون شهرام شب‌پره اعلام کرده که دوست داره به ایران برگرده و به کار مشغول بشه حتی اگه کاری غیر از خوانندگی باشه. او در این ویدیو گفته که پاسپورت ایرانی داره و مدارک ازدواجش هم به روز شده و میخواد به ایران برگرده. او همچنین میگه در دوران پیش از انقلاب به فکر جمع‌آوری پول نبوده و به همین خاطر هنوز خانه نداره. این خواننده معروف در بخش دیگه از صحبت‌هاش در مورد بازگشت به ایران میگه که دوست داره به ایران برگرده و مشغول به کار بشه، حتی در حوزه غیر از خوانندگی. درخواست محمد معتمدی برای فراهم کردن مقدمات بازگشت شهرام شب‌پره به بازگشت به ایران و واکنش‌های متعددی از جانب کاربران اینستاگرام مواجه شده و در یک مورد لیندا کیانی بازیگر سرشناسی سینما و تلویزیون گفته ای جان منم قلبم لرزید که این ویدیو رو دیدم. برخی دیگه از کاربران هم به ماجرای بازگشت حبیب به ایران با وعده وعیدهای فراوان اشاره کردند که در نهایت نتونست مجوز خوانندگی دریافت کنه و در اثر سکته قلبی درگذشت. در ماهای اخیر بحث بازگشت بهروز وثوقی به ایران هم بارها مطرح شده و او هم ظاهرا نسبت بازگشت به ایران اظهار تمایل کرده. بهرنگ علوی هم از ابراهیم رئیسی خواسته که شرایط رو برای بازگشت بهروز وثوقی به ایران فراهم کنه. درخواستی که در سالهای اخیر بارها توسط افراد سرشناس مختلفی مطرح شده. عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت خاتمی هم با انتشار عکسی از بهروز وثوقی در توییتر نوشته بود به نظرم خیرتمندی و انصاف و مصلحت ایجاب میکنه که زمینه بازگشت محترمانه بهروز وثوقی به ایران فراهم بشه. سال گذشته بود که محمد رضا حیاتی مجری سرشناس بخش خبر صدا و سیما به خاطر ابراز علاقه خودش به ابی خواننده محبوب پیش از انقلاب ناچار به عذرخواهی شده و بعدها اعلام کرد که بعد از این ماجرا از صدا و سیما کنار گذاشته شده. در ادامه به بیوگرافی شهرام شب‌پره اشاره می‌کنیم. شهرام شب‌پره متولد 17 بهمن سال 1326 در تهران و خواننده و آهنگساز و ترانه‌سرا است. تحصیل کرده مقطع دیپلم از دبیرستان خامنه‌ای پور هست و از 16 سالگی خوندن را شروع کرده و در حال حاضر ساکن لس‌آنجلس. شهرام شب‌پره در بیمارستان ورجاوند تهران به دنیا آمد و در محله تهران نو و در یک خانواده فرهنگی و موسیقی دوست رشد کرد. پدرش افسر ارتش و نوازنده سنتور بود.
مادرش هم خانم فروغ زمان مدیر و معلم دبیرستان بود که تار هم می‌زد. برادر و خواهر شهرام هم همه موسیقی رو به صورت حرفه‌ای پیگیری کردند. شهبال شب‌پره خالق و حامی گروه بلک کتس کلارینت می‌نوازه. شهنام که در تگزاس زندگی می‌کنه گیتار رو به صورت حرفه‌ای می‌زنه. و شهناز خواهر شهرام هم از کنسرواتور معتبر موزیک وین اتریش در رشته پیانو فارغ التحصیل شده. شهرام در سال 1339 وقتی 13 ساله بود نواختن درام تنبک رو شروع کرد تا اینکه در 16 سالگی به صورت حرفه‌ای کار خوندن رو در هتل مجلل قو در شمال شروع کرد. او در سال 1343 وقتی 17 ساله بود به همراه ابراهیم حامدی معروف به ابی و سیاوش قمیشی گروه موسیقی شورشیان رو تشکیل داد که مدت کوتاهی بسیار درخشید. حال برسیم به زمان مهاجرتش. او در سال 1356 اولین آلبوم خودش به نام گرگ و بره رو انتشار داد تا اینکه قبل از وقوع انقلاب ایران رو به مقصد خاک آمریکا و شهر لس آنجلس ترک کرد. در سال 1359 وقتی آمریکا بود آلبوم دیار و سپس آلبوم هیچ کجا ایران نمیشه رو منتشر کرد. شهرام شب‌پره سال هاست با خانم نسترن ازدواج کرده که ثمره این ازدواج تنها یه دختر به نام دنیاست. این زوج سال هاست در کنار هم زندگی میکنن. در کنسرت 11 فروردین سال 1396 در مالزی چند مهاجم ایرانی زمان اجرای او با هجوم به او در روی صحنه باعث شکستگی سر و استخوان و در نهایت بستری شدنش شدند. این خواننده و ترانه‌سرا تجربه حضور در سینمای ایران قبل از انقلاب رو هم داره. او به عنوان بازیگر در 5 فیلم سینمایی ایفای نقش کرده. بوی گندم سال 1356. ماهی ها در خاک می میرند سال 1356. علف های هرز سال 1355. شب غریبان 1354. عروس دجله 1333. شهرام شب‌پره به عنوان آهنگساز و ترانه‌سرا با ابی، لیلا فروهر، گوگوش، ناهید، شهرام سولتی و خیلی های دیگه همکاری داشته و با ستار هم به صورت مشترک کار کرده. او بارها گفته که آرزوم اینه که تو مملکت خودم برم. حتی اگه اجازه کار موسیقی نداشته باشم فقط بتونم کار کنم تا هزینه درآمد زندگیم رو در بیارم و دیگه هیچی نمیخوام. پاسپورت ایرانی دارم. تمام اسناد رسمی ازدواج رو هم از سفارت گرفتم. ممنون از اینکه تا پایان برنامه با ما بودید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت هایی که میذارید به ما انرژی بدید و ما رو همراهی کنید. شاد و پایدار باشید.